سلام علی شیرازی هستم و امروز یک شنبه هشتم اردی به اجتماع همراه شما به بررسی روزنامه های امروز ایران میپردازم روزنامه های اصل... امروز یکی از تیترهای اصلی خودشون رو به سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخابات اختصاص داده بودند و با انتخاب اناوینی همچون وعده غیرمنطقی به مردم ندهید یا کاندیداها باید بدانند عرصه مدیریت اجرایی کشور یعنی چه و انتخابات در وقت مقرر برگزار خواهد شد به انعکاس سخنان علی خامنه ای پرداخته بودند اما در کنار آن به موضوعات دیگری نیز پرداخته بودند روزنامه شرق در تیتری یک خودش از قول علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه آورده سپاه بیشترین کمک را به دولت کرد برخی در داخل و خارج به فکر تخریب جایگاه سپاه هستند این اظهارات علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه است. در روزهای اخیر این دومین مقام سپاه پاسداران است که نسبت به تخریب جایگاه سپاه در آستانه انتخابات هشدار داده است. پیش از این سردار آسودی معاون فرهنگی تبلیغاتی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته بود شبه افکنی علیه سپاه به راه افتاده است. دیروز نماینده ولی فقیه در سپاه در واکنش به سخنان اخیر احمدی نژاد درباره تهدید به برخی افشاگری ها از این سخنان انتقاد کرده و ضمن تاکید بر دخالت نکردن سپاه در انتخابات گفته که دولت مردان باید به فکر حل مشکلات مردم باشند سعیدی با بیان که سپاه در طول هفت سال اخیر بیشترین کمک ها را به دولت داشته یادآور شد سپاه هم در بخش اقتصادی هم در بخش سازندگی و تأمین نیروی انسانی در جهت تأمین درخواست های فراگیر آقایان اقدام کرده است و هیچگاه موضع منفی و خارج از چهارچوب تدابیر و مصالح نظام نداشته است سعیدی با بیان اینکه برخی در داخل و خارج به فکر تخریب جایگاه سپاه هستند تصریح کرد این گونه رفتارها برای این است که سپاه را از جایگاه اصلی خود خارج کنند و متاسفانه برخی در داخل این مسیر را دنبال می کنند که به مسلحت نظام و انقلاب نیست زیرا سپاه نقش بسیار مهمی در پاسداری از انقلاب دارد وی بی با بیان اینکه هر سخن و حرفی که موجب نگرانی مردم شود با تدابیر و رهنمودهای رهبری سازگاری ندارد افزود وظایف برای همه تعریف شده بنابراین دولت مردان وظیفه خود را انجام دهند و به فکر حل مشکلات اقتصادی و نیازهای عمومی مردم باشند وی اضافه کرد سپاه هیچ گونه دخالتی در انتخابات نداشته و ندارد و فقط به تدابیر و معیارهای رهبری و وظایف قانونی خود عمل می کند. شق گفتگوی هم انجام داده با منصور حقیقت پور عضو هیئت رئیسه مجلس با این تیتر نیروهای خودسر کنترل نشوند شبه طالبان میشوند کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم در پی آن است که گزارش حوادث اخلال در سخنرانی رئیس مجلس نهم پایانی برای رفتار و ادبیات تولید شده از سوی گروه های خودسر در کشور باشد به همین دلیل خط به خط اطلاعات مندرج در گزارش مستند شده تا حق هیچ شخص و نهاد و گروهی زیر سوال نرود. حادثه پرتاب نعلین و مهر در 22 بهمن سال گذشته به علی لاریجانی رئیس مجلس مانند دیگر حوادث مشابه به سادگی به فراموشی سپرده نشد و این بار گروهی در کمیسیون امنیت مجلس مسئول پیگیری ماجرا شدند. علاوه بر شناسایی نیروهای خودسر در حادثه قم و مشخص شدن انتصاب آنها به گروه و جناح خاص سیاسی برخورد با این نیروها و کنترل رفتار آنها برای مقابله با هر گونه بحران احتمالی در آینده کشور از جمله اهداف اصلی تدوین کنندگان این گزارش است منصور حقیقت پور عضو هیئت رئیسه مجلس در این گفتگو تاکید کرد اگر پیشتر بیشتر از این با این نیروهای خودسر و حضور آنها در مراسم مختلف و برهم زدن آن برخورد قاطعی صورت می گرفت امروز شاهد تداوم چنین برخوردهایی نبودیم مرور کوتاهی از دردسرهای به وجود آمده از سوی گروه های فشار یا همان گروه های خودسر نشان داده که آنها هر بار با برخوردهای خارج از قاعده هزینه هایی را برای شخصیت های سیاسی به وجود آوردند برهمزدن زدن سخنرانی هاشمی رفسنجانی، سخنرانی سید حسن خمینی، ناطق نوری و حمله به خانه برخی مراجع از جمله چنین رخدادهایی است. آقای حقیقت پور گفته است ما در ارتباط با نیروهای خودسر در این سالها برخورد درستی انجام ندادیم چرا که تصور من این بود که آنان عمدتا نیروهایی هستند که ریشه در انقلاب دارند و به دلیل احساس مسئولیت شدید گاهی کارهایی می کنند. همین عدم مدیریت و کنترل احساس از سوی برخی از نیروها موجب شده تا برخی هم برای کارهای مختلف از همین احساس کنترل نشده آنها استفاده کنند. سرمقاله امروز روزنامه ابتکار هم به استفاده اصولگرایان و دولتی ها از شعارهای اصلاح طلبان اختصاص داره. فضل الله یاری امروز نوشته اصولگرایان اصلاح طلبی را علا رقم تعارفاتی که می مرده میپندارند و از این منظر هر آنچه از آنان به جا مانده باشد را ارسیه بیوارث میدانند که میتوان مصادره کرد و با آن امور را گذران در چند سال گذشته جناح با سابقه اصلاح طلب حضوری در عرصه سیاسی کشور ندارد اما شعارها و مواضع آنان در فضای سیاسی و رسانه کشور مطرح می شود. لیکن از زبان خودشان نیست بلکه چهره های اصولگرا و در این بره نامزدهای انتخاباتی آنان این وظیفه را بر عهده گرفتند. این روزها سخنان و حرف های شنیده می شود که چهار سال پیش نامزدها و فعالان سیاسی اصلاح طلب بر, زمان بر زبان می آوردن و از این ره نیز جمعیتی را برای رأی دادن به خود و تغییر مدیریت کشور بسیج کرده بودند. اما چهار سال پس از آن روزها در حالی که فضای سیاسی و تبلیغاتی کشور به جناح اصولگرا اختصاص پیدا کرده و انبوه نامزدهای یک سطح و یک دست این جریان بدون حضور رقیب قدیمی رقابت با خود را آغاز کردند سخنانی شنیده می شود که چهار سال پیش جرمی نابخشودنی به شمار می رفت. سرمقال نویس روزنامه ابتکار در ادامه به نمونه های از این موارد اشاره کرده از جمله در مورد اصولگرایان گفته که از دو سال پیش تا کنون اعتراضات این گروه به قانون گریزی دولت در قالب اظهار نظر، سخنرانی، نامنگاری، نوتخای پیش از دستور و اخیرا موازه انتخاباتی با صدای بلندتری شنیده می شود. انتقادات شدید به سیاست ها و تصمیمات اقتصادی دولت اهم از هدفمندی یارانه ها، صندوق ذخیره ارزی، انحلال سازمان برنامه، فسادهای مالی گسترده، وضعیت بازار ارز و سکه، گرانی لجام گسیخته و, و غیره این روزها یک پای ثابت اظهار نظر نامزدهای انتخاباتی این گروه است. سفرهای استانی دولت در چند ماه اخیر افزایش حقوق کارمندان پرداخت هدیه به برخی از اخشار و اقدامات اینچنینی این روزها در اظهار نظرهای این گروه اصولگرا زیل عنوان سوء استفاده از امکانات دولتی برای جلب رأی دهندگان و یا همان موضوع خرید رأی مطرح می شود. دولت به باندبازی استفاده از رمالی و جنگیری و تکیه بر خرافات برای جلب عوام متهم می شود. سرمقال نویس ابتکار به نمونه های هم در تیم دولت اشاره دارد. از جمله اینکه رئیس جمهور منتقدان خود را از دو سال پیش به این طرف به نقض آزادی های مدنی و اجتماعات و غیره متهم کرده است. محمود احمدی نژاد بارها به دوستان سابق خود هشدار داده که در پی مهندسی انتخابات نباشند. رئیس جمهور همچنان برخی از افراد را تهدید به افشای مفاسد اقتصادی آنان در تحصیل ثروت‌های نامشروع می‌کند. نویسنده در پایان نوشته این روزها به نظر می رسد که این موازه در حکم قناعمی است که اصولگرایان در جنگ و اصلاح طلبان به دست آوردند و البته در نزاع در اون گروهی خود علیه همدیگر استفاده می کنند. اما این روزها که موازه و اصلاح طلبان در قیاب آنان در فضای سیاسی کشور مطرح می شود این اتفاق حتی اگر از سر فرصت طلبی مطرح کنندگان باشد نه تنها نمیتوان به چشم قنایم به آنها نگریست بلکه میتوان آن را باستاب به واکنش هایی دانست که جامعه ابراز کرده است همان که در آموزه های دینی باقیات و سالهاتش میخوانند در این قسمت از برنامه نگاهی خواهیم داشت به صفحه اول برخی از روزنامه های امروز ایران بخش دوم برنامه رو با این خبر روزنامه بهار ادامه می دهیم مشایی به تبریز نیاید هر جا می خواهی بیایی بیا اما مشایی را با خودت نیاور این خلاصه حرف جمعی از تشکل های اصولگرای تبریز به محمود احمدی نژاد است محمود احمدی نژاد که این روزها سفرهای استانیش را بعد از توقف یک ساله با جدیت آغاز کرده است آغازی که از استان سمنان به خوزستان قوم اصفهان و حالا آذربایجان شرقی رسیده است محمود احمدی هر جا می رود مشایی را هم با خود می برد هر کس می خواهد نباشد نباشد اما مشایی باید باشد احمدی نژاد هر جا می رود مشایی را کنار دستش می گذارد تا پرچم را به دست او بسپارد اما انصار حزب الله تبریز نمیخواهد مشایی در کنار محمود احمدی نژاد قدم به تبریز بگذارد خواسته انصار حزب الله تبریز برای حضور نیافتن مشایی در حالی است که پیش از این در سفر در جریان سفر به اصفهان نیز مشایی از بیلبوردها حذف شده بود اما تبریزی ها به حذف مشایی از بیلبوردها و بنرهای تبریز اکتفا نکرده و اصلا نخواستند مشایی به تبریز بیاید مطلب دیگری که در صفحه سیاسی بهار جربه نظر میکنه این تیتر رو داره نامزد مصباح علیه هاشمی آمدن نیامدنش معلوم نیست اما تخریب هست اگرچه هاشمی رفسنجانی به این تخریب ها دیگر عادت کرده است در غیاب این روزهای ارگان رسانه دولت کامران باقر باغل لنکرانی از شکست او در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری خبر داده است خبرهای رسمی از دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام و اظهار نظر اطرافیان هاشمی مبنی بر نیامدن است اما اصولگرایان حاضر در انتخابات و خصوصا شاگردان مصباحی یزدی به عواقب حضور او در انتخابات هشدار میدهند چند روزی است که گمان زنی ها درباره حضور هاشمی در انتخابات بیشتر شده است روزنامه الحیات نوشت که چشم منطقه به آمدن هاشمی است همچنین خبرگزاری فارس در پیامک از قول یاسر هاشمی فرزند کوچک آیت الله خبر داد که هاشمی روز یکشنبه حضور خود را در انتخابات اعلام می کند. این پیامک به سرعت تکذیب شد. یاسر هاشمی در تبریز هر گونه فعالیت انتخاباتی پدر را رد کرد و کماکان به تبلیغ برای حسن روحانی ادامه داد. امروز روزنامه جمهوری اسلامی هم نوشت که هاشمی رفسنجانی تا کنون بارها اعلام کرده است برای انتخابات آینده ریاست جمهوری داوطلب نخواهد شد اما کامران باغری لنکرانی نامزد جبهه پایداری و مصباح یزدی برای انتخابات سال 92 بی توجه به تمامی تکسیب ها در نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به پرسشی درباره حضور هاشمی گفت حضور آقای هاشمی از یک جهت کمک به شفاف شدن برخی مسائل خواهد کرد. نگاه برخی کسانی که نامزد شدند با نگاه هاشمی تفاوت جدی ندارد و البته منحصر به نامزدهای اصلاح طلب یا کسانی نیست که از اطرافیان آقای هاشمی در ستادهای آنها فعالیت دارند. من نسبت به حضور آقای هاشمی احساس دوگانه دارم. بر اساس عقل معتقدم ایشان بهتر است توجه کنند که 79 سالشان است و بار اجرایی کشور 75 میلیونی برایشان سنگین است و بهتر است به همان سمتی که رهبری به ایشان دادند پایبند باشند اما از سوی دیگر امیدوارم ایشان بیاید تا معلوم شود عموم مردم نسبت به تفکری که اتفاقات سال 88 را رقم زد چه نگاهی دارند اگر ایشان حضور یابند حتما شکستشان در انتخابات 92 سنگینتر از انتخابات سال 84 خواهد بود گزارش اصلی صفحه اقتصادی بهار هم این تیتر رو داره تورم در صنعت خودرو بین 30 تا 60 درصد سرگردانی موج بیزند بازار گمانزنی داغتر از قبل شده و خبرهای خوبی از وضعیت خودروسازی کشور به گوش نمی رسد این شرح حال این روزهای صنعتی است که سالهای سال انحصار تولید خود را, را در دست داشت و محصولاتش با حاشیه سود خوبی به دست متقاضیانی می رسید که البته حق انتخاب چندانی نداشتند. اکنون ماه بحران پشت در صنایع خودروسازی نشسته میگویند صنعت سوددهی که ارزش افزوده 20 درصدی دارد و سهمش در تولید ناخالص داخلی 3.6 درصد است حالا با کاهش تولید و افزایش هزینه ها روبرو شده که حاشیه سودش را بسیار کم کرده و همین امر هم بحران را تا پشت در این صنعت آورده است. چاره کار در افزایش قیمت خودروها دیده شد و با مذاکراتی که خودروسازان با وزارت صنعت داشتند با افزایش قیمت ها موافقت شد و قیمت رسمی خودروها که شکاف قابل توجهی با قیمت های بازار آزاد پیدا کرده بود افزایش یافت. در ادامه این گزارش آمده روز پنج شنبه بالاخره نرخ تورم بخشی صنعت خودروسازی اعلام شد. این خبر را مشاور انجمن خودروسازان می دهد و با اشاره به اینکه بانک مرکزی شاخص تورم, تورم بخش خودرو را بر اساس مدل های مختلف بین 30 تا 60 درصد اعلام کرده تصریح میکنه که از نظر خودروسازان این رقم قابل قبول نیست. داوود میرخانی اظهار داشته در فرمول قیمتگذاری خودرو که توسط شورای رقابت تدوین شده شاخص تورم بخش خودرو در سال گذشته باید از سوی بانک مرکزی مشخص شود که در این راستا بانک مرکزی روز پنجشنبه شاخص تورم خودروها را بین 30 تا 60 درصد اعلام کرده به افسود این شاخص مربوط به شش ماه دوم سال گذشته است در حالی که باید شاخص تورم کل سال مشخص شود. از, از شاخص تورم تولید کننده در سال 91 نسبت به سال 90 بیش از 50 درصد بوده است. پس چطور ممکن است شاخص تورم خود رو بین 30 تا 60 درصد باشد؟ به تصریح کرد سال مبنا در قیمت گذاری خود رو اشتباه تعیین شده و در سال گذشته سازمان حمایت به جای موافقت با افزایش 30 درصدی قیمت خود رو تنها با 6 درصد آن موافقت کرد. به همین دلیل قیمت مبنا نرخ صحیحی نیست. مشاور انجمن خودروسازان ادامه میده که ای کاش شورای رقابت پیش از ورود به قیمتگذاری خودرو در این زمینه روش کار را مشخص میکرد. نه اینکه حدود دو ماه صنعت خودروسازی را معطل نگه دارد. و اما تنز روزنامه قانون با این تیتر از جنگیرهای دولت بترسیم. آیدین سیار سریر امروز نوشته صبح در سایت ها میخوانیم جنگیر منتصب به دولت آزاد شده آن هم دم انتخابات بعید نیست طی روزهای آینده احزارگر روح دولتی و تربیت کننده زامبی منصوب به دولت هم از راه برسد تا جنگیر دولتی را در رسیدن به اهدافش یاری دهند من فکر می کنم خود دولت هم فهمیده که مهار این تورم بیسر و سامان و از همه مهمتر تایید صلاحیت کاندیدای دولت از عهده آدمیزاد معمولی بر نمی آید زهر. این روزها یکی از تفریحات سالم فعالان اصلاح طلب دعوت از هاشمی و خاتمی و متعاقبا یکی از تفریحات سالم هاشمی و خاتمی زدن دست رد به سینه این فعالان شده است در همین راستا از آنجایی که ما جوانیم و جوان مملکت هم تفریح درست درمان ندارد ضمن دعوت از هاشمی و خاتمی برای ثبت نام در انتخابات به ایشان اختار میکنیم که در صورت انتخاب به عنوان رئیس جمهور باید ظرف یک هفته تورم، بیکاری، بنبست مذاکرات بین المللی، پرداخت معوقات کارمندان، عدم باروری دخترمه نگارنده مشکل پروستات پدر بزرگ باقر پسر همسایه و تور شدن قرمه سبزی های شمسی خانم ریشکن شده و طی چهار سال گل و بلبل در آسمان سیاسی کشور به پرواز در آید. شب از ترس جنگیرهای های دولت خوابمان نمیبرد نمی برد. می ترسیم وقتی خوابیم یکی از اینها سر برسد و بالای سر ما یک وردی چیزی بخواند که فردا صبح که از خواب بیدار شدیم بی اختیار سه بار بگوییم زنده باد بهار. ظهر برویم سخنرانی این آن و کفش های من را از دست بدهیم. غروب هم پستر مشایی را در هوا به چرخانیم و شب هم لابد با عروسک مشایی به خواب برویم. من واقعا می ترسم خوابم ببرد. و اما کارتون های انتخابی امروز. کارتون فیروزه مزفری در روزنامه اعتماد کارتون نیما شاهمیری در روزنامه جام جم کارتون حمید صوفی در خبرگزاری ایسنا کارتون علی کاشی در روزنامه مردم سالاری کارتون روزنامه قانون کاری از کینو کارتون زیبای احسان گنجی در روزنامه شرق کارتونی از مانان نیستانی و در پایان کاری از توکان نیستانی. این بود بررسی روزنامه های امروز امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا فردا ایام به کام شب و روزتان خوش